آشپزی با نارگل خوش اومدید. برنامه امروز ما طرز تهیه آش دوغ هست با گوشت قلقلی. این آش اصلش اردبیلی هستش ولی در تمام سراسر ایران طبخ میشه و جزء دست آش‌های خیلی لذیذ و پرطرفداره. مواد مورد نیاز: سبزی که شامل گشنیز، تره و اسفناج میشه حدود 300 گرم. اگر برگ سیر تازه هم بود میتونی ازش استفاده بکنی. 2 لیتر دوغ که بهتر دوغ محلی یا دوغ ترش باشه. 200 گرم گوشت چرخ کرده که استفاده از اون در این آش سلیقه‌ای هستش. 1/2 پیمانه نخود آب گوشتی. 1 پیمانه برنج که بهتره برنج نیمدون باشه. 5 حبه سیر. 1 عدد پیاز. 1 عدد تخم مرغ. پیاز داغ و سیر داغ برای تزئین روی آش. پودر فلفل سیاه و نمک به میزان لازم. نخود رو از چند ساعت قبل خیس میکنیم. نخود رو میذاریم خوب بپزه. برنج رو از 2 ساعت قبل خیس میکنیم. پیاز رو با رنده ریز رنده میکنیم. آب پیاز رو میگیریم و پیاز رنده شده رو اضافه میکنیم به گوشت چرخ کرده. بعد از اون کمی نمک، پودر فلفل سیاه اضافه میکنیم و اینا رو خوب با هم دیگه مخلوط میکنیم و به صورت قلقلی در میاریم. گوشتا رو که قلقلی کردیم نیم ساعت داخل یخچال قرار میدیم تا گوشتا خودشون رو بگیرن. سبزی آش رو نه خیلی ریز خورد میکنیم. یه تخم مرغ که داشتیم میشکنیم و داخل قابلمه میریزیم و خوب به هم میزنیم. بعد از اون برنجی رو که از قبل خیس کرده بودیم داخل صافی می‌ریزیم تا آب اضافهش گرفته بشه. بعد برنج رو اضافه می‌کنیم و خوب اینا رو با هم دیگه مخلوط می‌کنیم. این تخم مرغ کمک می‌کنه تا دوغ بریده بریده نشه. بعد از اینکه خوب اینا با هم دیگه مخلوط شدن دوغ رو اضافه میکنیم و روی حرارت میذاریم. روی حرارت که قرار دادیم به صورت مداوم به هم میزنیم تا زمانی که به جوش بیاد. اولین جوشی که زد نخود کاملا پخته شده رو بهش اضافه میکنیم و 10 دقیقه زمان میدیم تا نخود و برنج با هم دیگه بپزن. 2 تا نکته توی آش دوغ خیلی مهمه و روی کیفیت اون تاثیر میذاره. یکی مزه دوغتون هست که گفتم بهتر دوغ محلی یا دوغ ترش باشه. یه مسئله دیگه این که باید مرتب تا زمانی که دوغ به جوش بیاد به هم بزنیم تا اینکه دوغ نبره. بعد از 10 دقیقه گوشتای قلقلی رو اضافه میکنیم همراه با سیری رو که کاملا خوردش کردیم. دیگه هم نمیزنیم تا زمانی که گوشتای قلقلی خودشون بپزن و بیان روی سطح آش. گوشتا که اومد روی سطح و مطمئن شدیم که گوشتا پخته، سبزی رو اضافه میکنیم.
و 15 دقیقه اجازه میدیم تا سبزی بپزه. بعد از 15 دقیقه نمک رو اضافه میکنیم. 5 دقیقه بعد آشمون آماده هستش. در طول پخت آش حرارت باید ملایم باشه و بهتره برای تهیه آش ها از ظرف بزرگتری استفاده بکنیم. این آش رو میتونید با نعنا داغ، پیاز داغ و سیر داغ سروش بکنید. امیدوارم شما هم این آش خوشمزه رو آماده و در کنار عزیزانتون میل بفرمایید. خوشحال میشیم ما رو لایک کنید و به کانال ما بپیوندید. ممنون و متشکرم.